مسئول اکمالات دایش در ننگرهار بازداشت شد. به نام خداوند مهربان و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای ما خوش آمدید. به نقل از افق، نیروهای ویژه امنیتی ملی در ولایت ننگرهار مسئول مالی و اکمالاتی گروه دایش را بازداشت کردند. گفته شده که این فرد در حمله به کاروان امرالله سالی نیز دست داشته است. دفتر والی ننگرهار در اعلامیه نوشت که نیروهای ویژه امنیتی ملی شب گذشته چهارشنبه 19 قوس با اجرای عملیات در ولسوالی کامه این ولایت سمیع الله مسئول مالی و اکمالاتی دایش را همراه با یک فرد دیگر بازداشت کردند. گفته شده که این افراد جنگجویان دایش را در ولایات ننگرهار، کنر و خوست تنبیه می‌کردند. در اعلامیه دفتر والی ننگرهار آمده است که این فرد حمله بر کاروان امرالله سالی معاون نخست ریاست جمهوری و حمله موتر بمبگذاری شده در ولسوالی شنواری را زمینه سازی کرده بود. مسئولیت حمله 19 سنبله بر امرالله سالی را هیچ فرد یا گروهی بر عهده نگرفت. ریاست عمومی امنیتی ملی چند پیش اعلام کرد که نیروهای قطعات خاص این ریاست در پی اجرای چندین عملیات پیچیده ده تن را در پیوند به حمله بر کاروان امرالله سالی بازداشت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی گفته است که این افراد عضو هسته مشترک دایش و شبکه حقانی بودند و مسئولیت اجرای حملات انتحاری بر مقامات ارشد دولت را داشتند. به نقل از اشت صبح، پیشرفت در مذاکرات دوحه فاصله ها زیاد است. یک هفته بعد مذاکرات دوحه وارد 30 ماه می شود. در این مدت ایدهای مذاکره کننده دولت و گروه طالبان دستاورده نداشتند. بنبست طولانی در مذاکرات باعث تشدید بی پیشینه خشونت در میدانهای جنگ شد و در کنار آن حملات بر اهداف غیر نظامی در شهرها افزایش یافت. میان بنبست مذاکرات در دوحه و گرم شدن میدانهای جنگ رابطه مستقیم وجود داشته است. این که پس از نزدیک به 3 ماه از زمان آغاز گفتگوها چارچوب مذاکرات نهایی شده و ایدهای مذاکره کننده طرفین اجندای پیشنهادی ایشان را به هم دیگر سپردند. بر اساس گزارش منابع از دوحه، با توجه به مفردات اجندای طرفین هنوز فاصله میان خواستهای دو طرف زیاد است و پیش بینی می شود که مذاکرات اصلی بر سر مواد اجندا نیز زمان بر باشد. مواد پیشنهادی اجندای طرفین حاکی از فاصله عمیق دو گفتمان است. هرچند طالبان در این مواد از ادعای حمارت گذشته، اما پسوند ابهام‌آمیز اسلامی را در هر بند آن گنجانیدن. دولت افغانستان نیز در ماه اول قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی خوانده شده است. همچنان در ماده 3 قانون اساسی افغانستان آمده است که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. با این حساب این نظام و این قانون اساسی هویت اسلامی دارند، اما معلوم نیست که منظور طالبان از نظام اسلامی چیست. شاید با شروع گفتگوها بر سر این مواد حدود و ثغور نظام اسلامی مورد نظر طالبان روشن شود. در لیست اجندای پیشنهادی طالبان نظام آموزشی و پرورش افغانستان با نام معارف اسلامی آمده است. همین اکنون نیز یکی از منابع نصاب تعلیمی افغانستان آموزه‌های اسلامی است و معلوم نیست که مراد طالبان از معارف اسلامی چیست. همین اکنون دانش آموزان از صنف اول تا صنف 12 آموزش‌های دینی را فرا می‌گیرند و در کنار آن بیش از 1000 مدرسه دینی در حال تدریس مضامین تخصیصی دینی‌اند. یکی از مسائل مورد تاکید در کنفرانس کشورهای کمک کننده افغانستان حقوق زنان بود. کشورهایی که به افغانستان کمک مالی کردند تاکید داشتند که شرط ادامه این کمک ها حفظ دستاوردهای حقوق بشری است که در 19 سال اخیر دولت و مردم افغانستان آنان را بخشی از قوانین افغانستان کردند. افغانستان چگونه می تواند در حالی که به از جامعه جهانی کمک مالی دریافت می کند به این کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی پشت و پا بزند؟ طالبان در باب آزادی بیان و رسانه ها نیز گفتند که حدود این آزادی ها باید مطابق با دستورهای اسلامی باشد. امروز شمار زیاد از زنان در رسانه های افغانستان فعالیت دارند و از این طریق در اقتصاد خانواده هایشان سهیمند. آیا حدود مورد نظر طالبان شامل ممنوعیت این گروه اجتماعی از کار در رسانه ها می شود؟ طالبان در بندهای یاد شده پسوند اسلامی را برای همه عرصه های مهم زندگی در افغانستان یاد کردند. اما آنچه مشخص است این است که هنوز حدود و ثغور این خواست ها مشخص نیست.
چیزی که روشن است این است که افغانستان در دو دهه اخیر راهی طولانی را به سمت همزیستی و همسویی با سایر ملل جهان رفته است. نمایندگان صد کشور و سازمان بین المللی کمک کننده به افغانستان به شمول رئیس سازمان ملل متحد کمک ها به افغانستان را مشروط به حفظ دستاوردهای 19 سال پسین کردند. این دستاوردها شامل نظام دموکراتیک، حفظ حقوق و آزادی های زنان، آزادی بیان و رسانه ها می شود. با این حساب میان خواست های طرفین هنوز فاصله زیادی به چشم می خورد. امیدواری این است که در ادامه این مذاکرات حدود و صغور خواست های طالبان بیشتر روشن شود تا هیئت مذاکره کننده دولت نیز به نمایندگی از مردم افغانستان حدود و صغور خواست های خود را با جانب طالبان مورد بحث قرار دهد. هم‌اکنون نیز هیئت مذاکره کننده دولت خواست هایش را که در همسویی با خواست مردم افغانستان و کشورهای کمک کننده است با طالبان در میان گذاشته است. امید مردم افغانستان این است که طالبان خواستهایشان را با واقعیت‌های افغانستان کنونی مطابقت بیشتر دهند. در غیر آن نمی‌توان به موفقیت این گفتگوها امید زیاد بست. یک هفته بعد مذاکرات دوحه وارد سیومین ماه می‌شود. در این مدت هیئت‌های مذاکره کننده دولت و گروه طالبان دستاورد نداشتند. بنبست طولانی در مذاکرات باعث تجدید بی‌پیشینه خشونت در میدان‌های جنگ شد و در کنار آن حملات بر اهداف غیر نظامی در شهرها افزایش یافت. میان بنبست مذاکرات در دوحه و گرم شدن میدان‌های جنگ رابطه مستقیم وجود داشته است. این که پس از نزدیک به 3 ماه زمان آغاز گفتگوها چارچوب مذاکرات نهایی شده و هیئت‌های مذاکره کننده طرفین اجندای پیشنهادیشان را به همدیگر سپردند. بر اساس گزارش منابع از دوحه با توجه به مفردات اجندای طرفین هنوز فاصله میان خواستهای دو طرف زیاد است و پیش بینی می شود که مذاکرات اصلی بر سر مواد اجندا نیز زمان بر باشد. مواد پیشنهادی اجندای طرفین حاکی از فاصله عمیق دو گفتمان است. هرچند طالبان در این مواد از ادای حمارت گذشته، اما پسوند ابهام آمیز اسلامی را در هر بندان گنجانیدن. دولت افغانستان نیز در ماده اول قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی خوانده شده است. همچنان در ماده سوم قانون اساسی افغانستان آمده است که در افغانستان هیچ قانون نمیتواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. با این حساب این نظام و این قانون اساسی هویت اسلامی دارند. اما معلوم نیست که منظور طالبان از نظام اسلامی چیست. شاید با شروع گفتگوها بر سر این مواد حدود و صغور نظام اسلامی مورد نظر طالبان روشن شود. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. ویدیوهای ما را کامنت، لایک و سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.